سلام ایلان دوباره به تت خوش اومدی خوشحالم که مهمون مایی مرسی که منو دعوت کردی خب در نیم ساعت آینده قرار زمانی رو صرف کنیم تا دیدگاه تو رو در مورد آینده ای انگیز بررسی کنیم حدس میزنم سوال اول کمی عجیب به نظر برسه چرا انقدر کسل کننده ای؟ معمولا خودم هم این سوال از خودم میپرسم ما در تلاشیم که در زیر شهر لس آنجلس حفاری انجام بدیم و این ابتدای ساخت چیزیه که امیدواریم شبکه سبودی از تونل رو برای کم کردن ترافیک به انجام برسونه <تصفح> خب در حال حاضر ترافیک یک چیز احساب خورد کنه ترافیک مردم رو در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار میده بخش بزرگی از زندگی شما رو هدر میده و این وحشتناکه ویژه در لس آنجلس. فکر می‌کنم همراه خودت اولین تصاویر نشون داده شده از این تونل‌ها رو اووردی. میتونیم اونها رو نشون بدیم؟ حتماً، خب این اولین باریه که داریم نشون بدیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. چند نکته کلیدی وجود داره که در داشتن شبکه سبودی از تونل‌ها بسیار مهمه. اول از همه باید بتونین ورودی و خروجی تونل‌ها ها رو به طور یکپارچه در بافت شهر بسازیم. پس با داشتن یک آسانسور نوعی اسکیت برای ماشین که بر روی یک آسانسور قرار داره میتونین ورودی ها و خروجی های شبکه تونل رو تنها با استفاده از دو جای پارک بسازین بعدش ماشین ماشین روی اسکیت قرار میگیرن و اینجا هم هیچ محدودیت سرعتی وجود نداره ما هم داریم رو تراحی میکنیم که بتونیم با سرعت دویست کیلومتر بر ساعت کار کنه چقدر؟ دویست کیلومتر یا حدود 130 مایل پس مثلا شما میتونید از وست فود تا فرودگاه روسانجرس رو در 6-5 دقیقه برین پس احتمالا در مراحل اولیه مثل یک راه عوارزی میمونه درسته؟ که حدس میزنم ترافیک رو تا حدی کم میکنه نمیدونم مردم توی ویدیو توجه کردن یا نه ولی هیچ محدودیتی در تعداد سطوح تونلی که میتونین داشته باشین وجود نداره میتونین بیشتر از اون چیزی که به بالا میرین در عمق برین عمیق ترین معادن خیلی عمیق تر از ارتفاع بلندترین ساختمون ها پس میتونین تراکم شهری رو تو هر سطحی با شبکه تونل های سبودی کم کنین این نکته خیلی مهمه یه ادعای اصلی برای رد این تونلا اینه که یه لایه از تونل ها که به سادگی تراکمه یه سطح رو کم میکنه خودش شلوغ بشه و دوباره به همون نقطه شروع مو برگردیم ولی شما میتونید هر تعداد دلخواهی از تونل ها رو داشته باشیم در هر تعدادی از سوتو خب از نظر خیلی از مردم حفاری پرهزینه هستش و این جلوی این ایده رو میگیره برای خب حق با اوناست به عنوان مثال توسعه مترو لس آنجلس که فکر میکنم چهار کیلومتر باشه حدود دو میلیارد دلار تموم شده پس هزینه توسعه مترو لس آنجلس تقریبا یک میلیون دلار به ازای هر مایله و البته این مجهزترین مترو دنیا نیست پس بله معمولا حفر تونل ها خیلی سخته فکر میکنم باید هزینه تونل سازی به ازای هر مایل رو حداقل ده برابر بهبود ببخشید